خواهی حضرت رو ببینی آه حلال خور باش، یک کلام حلال خور بشیم تا ببینیمش. میتونی دل بکنی از حرام؟ میتونی حرام رو از زندگی جدا کنی؟ خیلی آخه وضعمون خرابه. چرا هندونه بدم زیر بغلت بگم خوبی؟ خوب نیستی. اونجور که روایات آیات و روایات میگه نیستیم ما. من یه روایت شریف دیدم، بعضی‌ها رو قیامت میارن میبرن طرف جهنم. عجیب این روایت. پیغمبر بزرگوار فرماید اینا هم نماز داشتن هم روزه داشتن حتی نافله شب هم داشتن، اما شب خونم بودن. میگن که خدایا اینا رو چرا میبری جهنم؟ خطاب میاد اینا نسبت به حلال و حرام، نسبت به مردم، به اموال مردم توجه نداشتن. چک میدی پول مردم رو سر تاریخ پاس نمی کنی. با این پول میخوای چه کنی؟ خوب خوبام اونا یه پارتی دیگه جنس بخرم بفروشم. این تصرف در مال غیر این که حرامه که. تو ما پول مؤمن رو حبس میکنی بریتون نمیدیم، یعنی پول بهره برداری کنیم یه جنس دیگه هم بیاریم بفروشیم تو این واسطه. جوان یه روز مراجعه کرد به حقیق، برگشت گفت یک سال یه پول امام زمان رو میخوام بدم شیطون نمیزه. تا والا شیطون چی بهت میگه؟ من اون که شیطون میگه به من بگم یاد بگیرم نم چی میگه. گفت شیطون من میگه که این یه تومن که به امام عصب بده کاری سهمین بده کاری اینو یه جنس دیگه بخر فایدهش رو بخور بد میدی. گفت به جدت میخرم میفروشم باز میخوام بدم، باز شیطونه میگه که حالا این جنس هم یه تومن یه جنس دیگه هم بخرم. گفت چند سال گیر کردم حالا اومدم خودم رو صاف کردم میخوام بدم، شیطون مچه دستم رو گرفت فایده اینم بخور. و اولیاء انم صاحب سفره این چارده بزرگوار مقسم الارزاق عزیزان امام زمان، غم روزی نخوری، خودتونو به حرام نندازی، نمیارز دنیا ارزش اینا نداره، انسان بره جهنم. روزی رو خدا میتونه وصیش کنه. آقا فرمودن اون کیسه دیگه توش 50 دینار هست، حرف 50 تاش حرامه. علت حرمتش هم مهدی جان بیان کن. فرمودن صاحب این پول که این پولو فرستاده یه قطع زمین داره، این قطع زمین رو داده به یه عده کشاورز، روش زحمت کشیدن کار کردن، وقتی که خواست خرمنو برداره سهم خودشو که گندمای خودشو وقتی میخواست برداره کیلا رو پر میکرد و برمیداشت، اما مال این بیچاره ها رو سر کیلو خالی میذاشت. به این رعیت هایی که عرق ریختن زحمت کشیدن بیل زدن رو این زمین کار کردن ظلم کرده واسه من پول فرستاده، این پول حق اون بیچاره ها. ظلم میکنیم به هم. که خوبان تهران دفتری پیش من در یادگار فرستاده، پیرمردای الان نزدیک 100 سالش، اله پیرمرد با معنویت است، از زمان عاشق عبدالکریم هم با علما بوده تا حالا، هم مفسر قرآن هم فاضله، البته تو خونه است دیگه خاطر کهوله، 200 خاطره توش نوشته، اینا من با چشام دیدم یا از بزرگان شنیدم. شغلش هم قدیم بیل و کلنگ و اینها میفروختن هم رو برو مسجد امام. میگه بابای من روزا که بیکار بود بر می داشت با چاقو این گره های دسته های بیل و کلنگا رو در می آورد، می کند اینا رو می تراشید صاف می کند. گفتم آقا جون چه کاری شما می کنید؟ گفت این کشاورزی که این بیل اما می خره تو بیابون میره بیل می زنه، این گره گیر می کنه به دستش، دستش زخمی میشه. تو بیابون اینا امکانات که ندارن، مرکل کرون ندارن، از هم موضوع شما این داروهای کمک های اولیه ندارن، چسب ندارن روش بزنن، اینم دستش اساس کارشه، با این دست باید بیل بزنه. من این گره ها رو دارم صاف میکنم که تو صحرا که بیل میزنه دست این کشاورز آسیب نبینه. چه تفکرهایی داشتن اینا. تاجر عالم اون جنس میفروشه 50 عدل جنس میفروشه، 4 تا ناقصش هم میذاره توش، پست میکنه واسه اون بنده خدا میره اونجا. این هفته گذشته بود خیلی جالب بودم، جدید برای خود ما اتفاق افتاد، خانواده رفتن چند متر شلنگ خریده بودن تو باغچه را آب داد، شلنگ که وز کردن از وسط پاره است، وسط جدا شده است، یه تیکه لوله طرف برداشته کرده، این دو تا رو هم دیگه وز کرده، اینقدر قشنگ اینا رو وصله پینه کرده بود که اصلا مشخص نمیشد. خب این پولو میخواد بخوره، این پولو میخواد بخوره. بعد نامه مینویسه که حاجا هر کار میکنم این پسرم نماز نمیخونه، نمیدونم چه. خب عزیز من تو حرام دادی خورد،
یه تاجری میگه بچه هم هر شب یه مش ارازل و اوباش و رفیقاشو میاره تو خونه، تو خیابون پاسداران خونهشون، هر شب دنبال کسافتکاری است. نمیخوام حالا بگم کسافتکاری های همین تاجر 20 سال پیش من از قم میمادم تهران منبر میرفتم، شاگردش منو صدا زد در گوش من گفت حاجی به این استام که میاد شبای چهارشنبه مسجد جمعگرانش تحریم میشه بگو من دفترها رو بررسی کردم، میدم اینقدر به اسم من هر پارتی جنس فروخته غلامانه از مردم گرفته و یک قرونشو به من نداد. اش گفتم شاگردت 20 سال پیش من اینجوری میگفت، تو آخه به این شاگرد بیچاره رحم نکردی، پولا اینو گرفتی غلامانه شاگردونگی بهش ندادی، تو به این شاگرد بدبخت رحم نکردی، پولا رو حرامار دادی خورده شده این شازده پسر. گفت گلوم میگیره میچسبونه به سینه دیوار تو صورتم هم میزنه فوشم. پیغمبر میگه کسب الحرام یبینو فی ذریه، کاسبی حرام تو نسل خودشو نشون میده. آدم حرام خور رو چه به امام عصر ارواح نافدا، آدم ربا خور رو چه به دیدار حضرت. این شرط اول زیارت حضرت. میگم سوال میکنه آقا چیکار کنیم امام عصر ارواح نافدا رو ببین؟ آقا میشه خدمت حضرت رسید، اما شرط اولش حلال خاری است. حلال بخور. حدیث داره من اکل الحلال 40 یوما نظر الله قلبه. پیغمبر میگه هر کس 40 روز حلال بخورد خدا قلب او را نورانی. چقدر ابرامیان، من دیشب هوا رو دیدم گفتم امروز گفتم دیگه باران از صبح میخواهد بارید، هر چی نگاه میکنیم ابرامیان مأمور نیستن نمیبارن میرن. چرا؟ 1400 سال پیش پیغمبر گفته زکات ندی بارون نمیاد. سال خمسه که میشه هم از گیر خمسشون فران. این که من تأکید میکنم خمس من وجوهات بگیر نیستم و اجتماع نکنی شیطون نه سرا بگه آیا یه دهه اومده امیریه میره منبر همش میگه مثلا ارزم از خمس. نه من طلبه هم بودم الحمدلله سهم امام استفاده نکردم، صدا سایه با محسن از سرمون کم نکنه، منبر رفتم نفس زدم کتاب نوشتم سعی کردم که با زحمت اونی که در میارم اینجوری باشه. میخوام بدونی که گرفتاری از کجاست، چوبه را کجا میخوری؟ قحطی شده بود بارون نمیمد، رفتن حضرت سلیمان گفت بریم نماز استسقا بخونیم، رفتن نماز بخونن در یه مورچه دستاش بلند کرد و مورچه دعا میکرد، گفت الهی ما که گناه نمیکنیم خاطر گناه این بنی آدم ما رو عذاب نکن. ما مورچه ها گناه نکردیم، ما مخالفت نکردیم، ما مورچه ها که دروغ نمیگیم، ما که کلک نمیزنیم، ما که ربا نمیخوریم، ما که ظلم نمیکنیم، ما که بی انصافی نمیکنیم، ما که تجاوز به حقوق دیگران نمیکنیم. حضرت فرمود برگردید نمیریم دعا کنیم، خدا دعای مورچه رو مستجاب کرد بارون. تصریح داره روایت لول البهائم، اگر حیوانات نبودن همین چند قطره رو هم نمیفرستادم. کوگوش شنوا، آب کش تو آبی بیریم بیرون همش یادمون میره تموم میشه، باید پاک بشیم. پیش کسی کار میکنی میدونی حرام خار است و خدا رو رزاق میدونی، یه آدم لجنی است خدا رو رزاق روزی تو، چرا خودت آلوده این کردی توی محیط کسی؟ اگر خدا رو رزاق بدونی نری خدا بهتر از اون کار برات درست میکنه به شرط باورت بیاد. حلال خوری گفت شنیدم یه آقای حلال میخوره در خراسان، رفت سراغش گفت آقا شنیدم نون حلال داری گندم حلال؟ گفت نه داشتم امسال ندارم. گفت چطور نداری؟ گفت این گاو ما که زمین ما رو شخ میزد پاش رفت تو ملک زمین همسایه، یه مقدار از خاک زمین همسایه رو ورده تو ملک ما، خودم دیگه از این گندمه امسال نخوردم، مخلوط شد به خاک زمین دیگه. امیدواریم به بدی ما نگاه نکن. امام عصر ارواح نافدا به عمه جانشون خیلی علاقه دارن، هر وقتم گرفتار شدی امام عصر رو قسم بده بگو به استرار عمه زینب. این حال